سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و ویدیوهای ما مطابق گذشته در شبکه آپرات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه. در سایر شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام و لینکدین اطلاعات و اخبار و مطالب آموزشی دیگه‌ای رو شما میتونید پیدا کنید. اگه تا الان کانال ما رو دنبال نکردید، همین الان این پایین دکمه سابسکرایب بزنید، اون زنگوله رو فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما بهتون براتون اشتراک میذاریم به لحظه و زودتر از بقیه خبردار بشیم. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص AML و KYC صحبت کنیم. دو تا نکته مهم هست در خصوص معامله‌گری توی کریپتوکارنسی که شما باید بهش دقت داشته باشین اگر میخواین سرتون کلاه نره یا خدای نکرده چیزی رو خلاف مقررات امضا نکرده باشین، تعهد نداده باشین یا اطلاعات اضافه رو در اختیار بروکر یا اکسچنجی قرار ندین که بعداً برای شما تبعات خاصی رو به بار بیاره. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو مشاهده بکنید. قبل از اینکه بخوام ادامه ویدیو رو برای شما ضبط بکنم، پیشنهاد میکنم که اگر سوالی در خصوص هر کدوم از این مفاهیمی که ما توی این ویدیو توضیح میدیم و ویدیوهای دیگه‌مون دارید، حتما زیر ویدیو مربوطه کامنت بذارین. سعی میکنم که در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ بدم. خب این داستان KYC و AML بحث صرفا مرتبط با کریپتوکارنسی نیست، بلکه سالها قبل از اصلا زمان به وجود آمدن بانکداری مسئله مطرح شده بود و همینطور که اومده بود جلو سالها گذشته به اهمیت اون بیشتر پی بردن، در طوری که حتی جز قوانین و مقررات بانکداری بین المللی هم این موارد رو گذاشتن. KYC یعنی Know Your Customer یا کلاینت، که یعنی روش یعنی شناسایی و احراز هویت مشتری هاست. حالا این مشتری ها میتونن مربوط به بانک باشن، میتونن به بروکر یا کارگزاری باشن یا اکسچنج همون صرافی. بحث قوانین ضد پولشویی وجود داره که آنتی مانی لاندرینگ، مخففش AML میشه. این بسیار بحث مهم و حیاتی هست، چه شما که بخواین خرید و فروش بکنید، چه در آینده بتونید کارگزاری یا صرافی خودتون رو اندازی بکنید. اینا مجموعه قوانین مقرراتی که باید درش لحاظ بکنید تا دچار مشکلات حقوقی نشیم. و بحث کلاهبرداریه که توی این زمینه انجام میشه، سوء استفاده از اطلاعاتی که از شما اخذ میشه، اینا همه میتونه شما رو دچار چالش های بزرگی کنه. ما قصد داریم توی این ویدیو برای شما قسمتی از این موارد توضیح بدیم تا حداقل با دید بازتری به مسئله بپردازید. بحث شناسایی مشتری که همون گفتم Know Your Customer میشه، اهمیتش از این لحاظه که هر دو طرف همدیگر رو بشناسن، بدونن با کی دارن معامله میکنن. مخصوصا اگر شما در جنبه کارگزار یا صراف قرار داشته باشین، مهمه طرف مقابلتون کیه، شخصیت حقیقی کیه هست. شما همین الان تو بورس بخواین خرید و فروش بکنین، این کد مربوط به کد بورسیتون رو بعد ببرید احراز هویت بشین، ازتون عکس میگیرن، مدارکتون رو میگیرن و و و کلی کار دیگه که مشخص باشه طرف این همون شخصیه که داره خرید و فروش میکنه. بحثای FATF هم توش مطرحه دیگه. این FATF قطعا همه میدونن چی هست. الزاماتی که برای نهادهای مالی در نظر گرفته، این KYC رو خیلی بیشتر از پیش داره تاکید میکنه. چرا؟ چون این صرافی ها که حالا یه ویدیو تهیه کردیم در مورد انواع صرافی هایی که وجود داره، چند مدل وجود داره که این بالا براتون کاردش میکنم، حتما ببینید. یه سریش اصلا هیچ موجودیت فیزیکی نداره، همش الکترونیکیه و خب خیلی میتونه محل سوء استفاده کلاهبردارا قرار بگیره و بعضا یه سری صرافی هم فیک وجود داره تو دنیا که میتونه برای شما دردسر ساز بشه. اگر در خصوص سایت سیلک رود چیزی شنیدین، میتونم بهتون بگم که این داستان KYC اونجا خودش رو بیشتر از حد نشون داد. اگر KYC انجام بشه قبل از معاملات و تبدیل بیت کوین و سایر آلت کوین ها به پول فیات، که اینم در خصوص پول فیات یه ویدیو دیگه تهیه کردیم، این بالا براتون کارت میکنم،
بدونید مفهوم چی هست. این کمک میکنه که شما در یه مسیر مجرمانه این کریپتوها رو تبدیل به پول دیگه ای نکنید، یا اینکه کمک به این شبکه خلافکاران نکنید. پس KYC از این لحاظ اهمیت داره. همینطور که میبینید مثلا این شکل از شما میخوان که مثلا آیدی کارتتون، مثلا کارت ملیتون، پاسپورتتون، مثلا برای اکسچنج ها بروکرهای خارجی پاسپورت رو میخوان، دستتون بگیرید یه کاغذم روش یادداشت بکنید، مثلا من فلانی هستم، یه سری اطلاعات ازتون میخواد که مثلا برای معامله توی این سایت میخوام KYC انجام بشه، و حالا توی سایت ایرانی میگه کارت بانکیتون هم دستتون بگیرید وایسین یه عکس بگیرید. خب همونطور که میدونه الان مدتیه که رمز دوم پویا فعال شده و هر بار که شما میخواین خرید بکنید این رمز پویا براتون ارسال میشه از طریق سیستم بانکی. اما تو همونم اسیرای کلاهبرداری همچنان داره آپدیت میشه، روشای جدیدی پیدا میکنه. من پیشنهادم اینه که هر موقع همچین کاری خواستیم بکنی مبنا رو بر ارسال اطلاعات حداقلی قرار بدی، نه اینکه خیلی راحت از کل کارت بانکیتون عکس بگیرید. ببینید شما اطلاعات با ارزشی مثل تاریخ انقضای کارت رو دارید، سی وی وی تو رو روش دارید، اسم خودتون، البته خب توی این KYC باید نمایش داده بشه، اینا اطلاعات با ارزشیه. اگر عکسی از رو کارتتون دارین میگیرید برای کسی میفرستین که میخواد براتون پول بزنه، یا جایی میخواین به اشتراک بذارین که براتون پول بزنن، پول واریز بکنن، دقت بکنید که این اطلاعات فقط اون چیزی که ارزشمنده اون کد کارت، اون کد شماره 16 رقمیشه و نام و نام خانوادگی که مشخص میکنه این کارت مربوط به شماست، نه اطلاعات دیگه‌ای که روی کارت یا پشت کارت چاپ شده. بعضا یه سری اطلاعات هم پشت کارت چاپ میشه. دقت داشته باشین که این KYC طوری نباشه که شما به خاطر یه خرید فروش کل اطلاعات زندگیتون رو در اختیار کسی بذارید و بعد ببینید مثلا یه اتفاقی براتون افتاده و تا حالا مدت‌ها بگردید ببینید از کجا این اطلاعات نشت پیدا کرده. نسبت به موضوع با دقت عمل کنید، کما اینکه این جزء یکی از الزامات بین‌المللی هست. اگر جایی هم به شما گفتن KYC نمی‌کنیم مثلا خرید فروش انجام بدی، یه خورده شک کنید. یه ویدیویی تهیه کردیم در خصوص شاخص‌های ارزیابی بروکرها و اکسچنج‌ها که موارد کلاهبرداری رو توش بعضن داریم اشاره می‌کنیم با مصادیق شاخصایی که مطرح شده. پیشنهاد می‌کنم حتما اون ویدیو رو ببینید، این بالا براتون کاردش می‌کنه. بحث آنتی مانی لاندرینگ که مخفف AML هست، قوانین ضد پولشوییه. پولشویی یعنی این که یه فعالیت مجرمانه است، مثلا دستکاری در قیمت بازار، همون منیپولیشنی که بارها توی ویدیوها اشاره کردم، یا معاملات غیر قانونی یه سری کالا، یا مثلا رشوه‌ای که پرداخت شده، فرار مالیاتی که انجام شده. اینا میان با روش‌هایی که شما میتونید مصادیق اون هم توی اینترنت پیدا بکنید، چه فارسی چه انگلیسی، میتونید محتوای متنوعی رو ببینید، از یه سری روش استفاده میکنن که این رد پولشون رو گم بکنن و اینکه به قول معروف این پول رو بیارن بشورن و به یه پول پاک تبدیلش بکنن. خب یک سری این صرافی ها و بروکرها میان یه سری مجموعه قوانینی که تیپیک هم هست تو همه اینا عملا یکسان هست و میگن شما این تش بعد مثلا این آی اکسپت آل رو بزنید، این تیکر رو بزنید تو این باکسه تا من اجازه بدم مثلا بریم مرحله بعد، نزنی هم نمیذارن باهاشون معامله کنی. علتش اینه که شما با اون امضایی که کردین عملا دسترسی به کل اطلاعات مربوط به حساب شما و ترانزکشناتون رو در اختیار اجازه دادی به اون بروکر یا اکسچنج که در اختیار نهاد مالی بالا، نهاد نظارتی که حالا میتونه مالی باشه، قوانین مقرراتی باشه، ارائه کنه، حتی پلیس ارائه کنه و بتونه پلیس رو در تحقیقاتش کمک بکنه. پس این AML اینه، همیشه بخونید که چه چیزهایی رو دارین دسترسیشو فراهم میکنین، هرچند که بدونید که این تقریبا یک سال تو همش اگر هم نکنید اجازه نمیدن باهاشون معامله کنید. علی حال توی اکسچنج خارجی میبینید یا بروکر خارجی اکثرا این مورد هم ازتون میخوان که شما این اجازه دسترسی به این ریز تراکنش ها و گردش مالیات مشخصاتی که ازتون حتی تو KYC هم گرفتن برای نهاد متقاضی اون اطلاعات، نهاد قانونی متقاضی اون اطلاعات فراهم کنید. بحث AML مثلا بحث معرفی منشأ پول جهت امکان ردیابیه. شما مثلا توی این خرید با وچر مربوط به کریپتوکارنسی که یه ویدیو جدا براتون تهیه کردم این بالا کاردش میکنم، تو اون وچره
دقیقاً اینو میاد لحاظ میکنه. مثلا تا اونجا که یادم هست پرفکت مانی اگه شما یه دفعه مثلا 5000 دلار تو حسابتون بیاد پولو بلاکه میکنه، پولو میگیره ها، بلاکه میکنه، میگه منشأ پولتو مشخص کن. شما اومدی مثلا از یک بروکر ایرانی خرید کردی، یه اکسچنج ایرانی خرید کردی، میگه اون پولی که از حساب بانکی زدی به حساب مثلا اکسچنج الف، اونو ردشو مشخص کن. اکسچنج الف احتمالا یه صورت حساب یه چیزی داده، این وایسی به شما داده، اون این وایس هم تصویرش به من بده، تمام مشخصات خودت مثل کالا کارت ملیت که توش شماره اینا تو گفتن، اگه بعضن هم میگم اینا رو انگلیسیش کنید بدی، نمیدونم کارت بانکیتون و پاسپورتتون، اینا همه عکساشو بفرست. اینا اطلاعاتی که از شما میخوان آلردی. و اینکه اگه با سازمانهای بین المللی کار کنی، بروکرهای خارجی، بروکرهای بزرگ کار کنی، این موضوع رو از شما میخوان و خیلی هم جدی میگیرن و حتی اون پایینش هم میخوان که حتما موضوع رو امضا بکنی که تمام حق و حقوق رو بهشون دادی، فردا نتونی سوشون کنی در خصوص این ادعایی داشته باشی. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. به موضوع KYC و AML همیشه دقت داشته باشین. این نکات بسیار مهمی رو برای شما داره در راستای حفظ و حراست از معاملات شماست. اما در نظر داشته باشین که هیچ وقت اطلاعات اضافه و غیر ضروری در اختیار هیچ کدوم از این نهادها قرار ندید. چرا؟ چون اگر یکی از این مواردی که شما اطلاعات قرار میدین اسکم باشه، فیک باشه، از اطلاعات شما میگیره و جاهای دیگه استفاده میکنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دو ویدیو مرتبط با این پایین براتون به اشتراک گذاشتم. اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند شدین، پیشنهاد میکنم حتما سابسکرایب کنین کانال ما رو، دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار اطلاعات خبردار بشین. با لایک کردن این ویدیو، اشتراکش در شبکه‌های اجتماعی دیگه و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید. امیدوارم لذت برده باشین. ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.